سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم و در ویدیو امروز قرار تریلر فصل دوم مزرعه سیب اندی رو ببینیم. بعدش میخوایم یه تحلیل کوتاه دربارش بکنیم و نظراتمون رو راجع بهش بگیم. تریلر جدید اومده بیرون، صرفا داریم تو کانالمون با هم بررسیش میکنیم. میدونم قبلا هم درباره مزرعه سیب اندی اینجا حرف زدیم. M36 سازنده بازیه. یه لینک یوتیوب این پایین میذارم که خودتون بعداً برید تریلر بازی رو ببینید. خب بد نیست امروز بررسیش کنیم. رفقا لطفاً از فیلتر شکن استفاده کنید که تبلیغاتو نمایش بده و کامنت انگلیسی هم فراموش نکنید، چون تنها راه حمایت از ما همینه. یادتونم نره که لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید. لینک چنل دوممون هم داخل دیسکریپشن هست، حتماً اونجا رو ساب کنید و از ما حمایت کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. درباره چیزایی که میبینیم حرف بزنیم. پس بشینید و ریلکس کنید و تریلر مزرعه سیب اندی فصل دومو تماشا کنید. اینا همه فلش بک هستن از بازی اصلی، در واقع از آخر فصل اول بازی. Hi guys, I finally got my key. Oh, hello there. You've actually found it. I'm honestly surprised. کلید این یارو که همون کاری که آخر فصل انجام میدیم. خب بریم. فصل دوم شهر بازی. این عنوانشه. اتفاقات توی شهر بازی میفته. Oh hey there folks. I'm Bailey the Bee. Welcome to Funfair. این یه شخصیت جدیده. البته توی کریسمس DLC دیده بودیمش. مینی گیم در کار نیست. این قسمت خیلی جالبه. Who was that pumpkin guy? خب اینم از مزرعه سیب اندی فصل دوم. خب میخوایم با هم تریلر رو ببینیم و قسمت به قسمت بررسیش کنیم. این فکر کنم تمام تریلر باشه. فکر نکنم چیز بیشتری داشته باشه. تاریخ پخشش سال 2022 ولی تاریخ دقیق اعلام نشده، پس احتمالاً این ماه بیرون نمیاد. به نظرم چند ماه دیگه پخش بشه. احتمالاً قرار نیست یه سال کامل طول بکشه تا فصل دوم ساخته بشه. پس بریم قسمت به قسمت تریلر رو نگاه کنیم و ببینیم چی داره. خب ببینیم که تریلر شروع میشه و آخر فصل اول رو میبینیم. اینم عکسای همه شخصیت‌ها و میدونی ظاهر انسانیشونه. اگه داستان مزرعه سیب فصل اول رو نمیدونید، باید بریم محتوای قوانین بازی و تمام رازها و رمزهای مخفی فصل اول رو بکشیم بیرون. خانواده رو معرفی میکنیم که توماس ایسفود رهبرشونه. سازنده بازی، کسی که بازی رو ساخته، خودش و خانوادهش همشون مردن. یه شخصیت هم داریم به اسم آرتور، دوست توماس، که توماس میکشتش. توماس به این دلیل که یه شخصیت به اسم پیتر کدو حلوایی توی بازی تسخیرش کرده این کارو میکنه که بعدم میبینیم. بعدش تمام اعضای خانواده که موندن به عنوان شخصیت‌های بازی وارد میشن. پس شخصیت‌های بازی عملاً نماینده اعضای خانواده توماس هستن و اینا رو آخر فصل اول میفهمیم. اندی میره به مزرعه تا کلیدشو برداره که اول فصل دوم دستشه. بعد میرن به شهر بازی. احتمالاً این کلید قراره یه نقشی توی داستان داشته باشه و یه سری راز مخفوف از گذشته اندی رو برملا کنه و همینطور از گذشته توماس. اگه گیج شدید برید و ویدیویی که توش توضیح دادم رو ببینید. من تو این ویدیو توضیح کامل روشن رو دادم. یه داستانم درباره کریسمس DLC داریم که بیشتر درباره پیشینه خانواده ایسفود توضیح میده. لینک هر دو تا ویدیو رو آخر این ویدیو میذارم. بگذاریم. توی فصل جدید می‌بینیم که داستان توی یه شهر بازی می‌گذره. اسم فصل هم چرخ و فلکه. اسم فصل جدید. یه شخصیت جدید داریم به اسم بیلی زنبوره. اگه به دیالوگ های بیلی زنبوره گوش بدیم، اینطور به نظر میاد که توی شهر بازی کار میکنه. Oh hey there folks. I'm Bailey the Bee. Welcome to Funfair. این جالبه چون به نظر میرسه نقش مهمی توی داستان جدید داره. با اینکه اول فقط یه کارمند ساده به نظر میاد، باید فکر کنیم که چرا همچین نقش مهمی داره. شاید اون توماس رو با ذات کسی آشنا کرده که از اول درباره همه چیز باخبر بوده. شاید اصلا خودش همون شخصه. کی میدونه؟ به هر حال وجودش توی بازی نشون میده توی شهر بازی یه اتفاقی افتاده. شاید اصلا توی حادثه چیزی توی شهر بازی مرده. حادثه‌ای که انتیتی مقصرش بوده. شاید هم توماس مقصرش بوده. احتمالاً این اولین باریه که توماس انتیتی یا پیتر کدو حلوایی رو میبینه. به همین دلیل. پس شاید این اتفاقات قبل از فصل اوله. شاید هم بعد مردن پسرش باشه. ولی فکر نکنم اینطور باشه. به طور خلاصه بعد از مرگ لوئیس پسر توماس چند ماهی میگذره و بعد بقیه اعضای خانوادهش میمیرن و بعدش هم چند ماه دیگه میگذره و خود توماس کشته میشه.
پس بین غرق شدن لوئیس توی دریاچه و مردن توماس و بقیه خانواده یه فاصله 6 ماه وجود داره. نمیدونم از نظر زمانی چه اتفاق میفته، ولی به نظرم فصل دو قبل از این داستاناست. به نظرم قبل از غرق شدن لوئیسه و قبل از اینکه توماس اولین بار پیتر رو ببینه و بیلی زنبور هم قراره یه شخصیت دیگه باشه که آخرش میمیره. برای همینم به بازی اضافه شده، چون روحش داخل بازی گیر کرده. خیلی سوال و احتمالات راجع به شخصیت بیلی وجود داره، ولی توی فصل دوم چیزهای بیشتری دربارش میفهمیم. قطعا مینی گیم های بیشتری توی فصل جدید داریم. خب مطمئنم که این مینی گیم ها صرفا یه بازی نیستن و چیزهای بیشتری پشتشونه. معمولا توی این مینی گیم ها یه راز مخفی وجود داره که ما رو میرسونه به داستان های قبلی خانواده ایسفود. پس احتمالا در طول این مینی گیم ها یا مینی گیم های دیگه داستان های بیشتری میفهمیم. قوانین بیشتری از بازی میفهمیم. به نظر میرسه تمام مینی گیم ها با تم شهر بازی هستن، مثل بازی جایزه بردن. همین که اینجا میبینید با دقت به نحوهی که شخصیت‌ها روی نقشه بازی پدیدار میشن، به نظر میرسه نحوه بازی شبیه فصل اول باشه. اگه یادتون باشه توی فصل اول هر شخصیت یه مینی گیم داشت. به نظرم توی فصل دوم هر شخصیت قراره کنار یکی از بازی‌های شهر بازی وایسه و ازت بخواد که بری داخل و بعد باید اون بازی رو انجام بدین. خلاصش انگار که توماس و خانواده‌اش رفتن شهر بازی و این یه قسمت جدید از خاطرات اوناست. آخرین نکته جالب این فصل اینه که میبینیم اندی داخل چادر میشه و میره داخل تالار آینه. توی آخرین نما از اندی میبینیم اندی که نماینده شخصیت توماسیس بوده، عکسش توی آینه پیتر کدو حلواییه که نماینده تاریکیه. این دوباره بهمون نشون میده که تاریکی وجود توماس رو تسخیر کرده بود. احتمالاً شروع تسخیرش از اینجا و به وسیله آینه ها بوده. احتمالاً قراره بفهمیم توماس و تاریکی درونش چطور اولین بار با هم ملاقات کردن. امیدوارم اینطور باشه، چون این یکی از بزرگترین سوالات بازیه. دقیقاً نمیدونیم این دوتا اول داستان چطور با هم آشنا شدن. تاریکی چطور خودشو به توماس نشون داد؟ شکل سایه بود یا توی زندگی روزمرهش تعقیبش میکرد؟ همونطور که توی یکی از نماهای فصل اولم میبینیم، این یارو کدو حلوایی کی بود؟ اینجا میشنویم که اندی هم میگه اون یارو کدو حلوایی کی بود. پس به نظر میرسه قرار پیدایش تاریکی و نحوه آشنا شدنش با توماس توی دنیای واقعی رو بفهمیم. حالا که اینا رو گفتیم، اینم شد تریلر فصل دوم مزرعه سیب اندی. این کل چیزایی بود که میخواستم بگم. حرف دیگه نمونده جز اینکه این تریلر خیلی مختصره، ولی خب دیدنش جالبه. ولی یه خلاصه از چیزی که قراره توی فصل دوم ببینیم و انجام بدیم نشون میده. مینی گیم های داخل شهر بازی یه شخصیت جدید به شکل بیلی زنبوره. و البته به نظر میرسه قراره بفهمیم تاریکی و توماس ایسفود اولین بار چطور همدیگه رو دیدن. پس خیلی چیزا هست که باید منتظرش باشیم. خب رفقا، به پایان این بررسی تریلر رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیو بعدی، روز و شب خوبی داشته باشید.